برای جزئیات بیشتر همکارم بیژن فرهودی خبرنگار صدای آمریکا از محل برگزاری مذاکرات اتمی در آلماتی قزاقستان با ماست. آقای فرهودی، از حال هوای این نشست و نتایج اولین دور این گفتگوها برای ما بگید. با سلام به شما و بینندگان عزیز، در آلماتی بسیار سرد منهای 1 درجه زیر صفر گفتگوها در هتل ریکسوس آغاز شد. دور اول گفتگوها ساعت 1:30 بعد از ظهر اعضای هیئت‌های نمایندگی وارد اون تالار مخصوص گفتگوها شدند. ساعت 4 بعد از ظهر یکی از مقامات غربی اطلاع داد که مذاکرات دور اولش به پایان رسیده. قرار بر این بود که این گفتگوها ادامه پیدا کنه، جلسه همگانی بعد از یک وقفه کوتاه دوباره از سر گرفته بشه، ولی یک منبع وابسته به گفتگوها دقایق پیش به صدای آمریکا گفت که بعید به نظر میرسه که جلسه همگانی امشب از سر گرفته بشه و بنابراین مذاکرات فردا دنبال خواهد شد. نمیدونم شما تصویر منو دارید یا نه. الان تصاویری از این نشست و آقای جلیلی در حال پخش است. آقای فرهودی، در جلسه همگانی امروز صبح 5 به علاوه 1 اون پیشنهاد بروز شده خودش رو که در واقع همون پیشنهاد بغداد بود و قدری تغییرات در اون داده بودن به هیئت ایرانی به ریاست آقای جلیلی ارائه میدن. هیچ طور به صورت رسمی اعلام نشده که این پیشنهاد چیه، ولی در گفتگوهایی که در آلماتی با مقامات مختلف داشتیم، با خبرنگاران و با افرادی که وابسته هستند به نوعی به گفتگوها، 3 مورد اشاره شده در پیشنهادی که 5 به علاوه 1 به ایران داده. یکیش کاهش تحریم‌ها در حوزه طلا هستش، کاهش تحریم‌ها در امر پتروشیمی و برخی امور بانکی، که این 3 مورد از طرف 5 به علاوه 1 پیشنهاد شده. در مقابل از ایران می‌خواهند که مرکز غنی‌سازی فردو رو تعطیل بکنه، غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنه و ذخیره 20% اورانیوم رو به خارج منتقل بکنه. خواستایی که ایران کنون حاضر به قبول اون نشده. و آقای فرهودی، تا شاید فکر می‌کنید ایران در این مذاکرات جدی است و حسن نیت داره؟ چون برخی رسانه‌های آمریکایی امروز از جمله نیویورک تایمز بحث بازی ایران با زمان رو مطرح کرده. خب این مقامات ایرانی خودشون تکذیب میکنن که دارن با زمان بازی میکنن، میگوین با جدیت میخوان مذاکره کنن. 5 به علاوه 1 هم دلش میخواد که ایران این بار واقعا وارد مذاکره بشه و مثل گذشته نباشه که ایران بیاد فقط یک مقدار مسائل مربوط به چیزهایی که به مذاکرات ربطی نداره، مسائل مربوط به سوریه و بحرین رو مطرح کنیم. میخوان فقط در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنن. و اینطور که یک مقام ایرانی امروز به ما خبرنگاران در مرکز مطبوعاتی در هتل اینترکانتیننتال میگفت، ایران نسخه های مختلفی از یک پیشنهاد رو آماده کرده که متناسب و هم وزن با پیشنهادی که 5 به علاوه 1 تسلیم میکنه اون پیشنهادش رو ارائه خواهد داد. به قسمتی از صحبت های این مقام ایرانی توجه کنید. بله. من نمیدانم که ایرانی‌ها چه پیشنهادی مطرح خواهند کرد. آنچه از دیدگاه ما یعنی 5 به علاوه 1 اهمیت دارد این است که با پیشنهاد تجدید نظر شده‌ای به این مذاکرات آمده ایم. پیشنهادی که بر اساس گفتگوهای بغداد و تحولات چند ماه گذشته تهیه و تنظیم شده و این تلاشی است برای متقاعد ساختن ایرانی‌ها که یک گام اعتماد آخرین بردارند. گزارش‌های اخیر آژانس زیاد مثبت نیست و بنابراین در پیشنهادمان تجدید نظر کردیم و امیدواریم ایرانی ها درک کنند. این موضوع بسیار جدی است و اگر ایران مقدمتاً گام اعتماد آخرین را بردارد، ما هم واکنش مثبت همراه با انعطاف بیشتر نشان خواهیم داد و به این ترتیب به مذاکرات تحرک بخشیده خواهد شد و می توانیم آن را به نتیجه نهایی برسانیم. در حالی که شما از برداشتن گام اعتمادآفرین از سوی ایران صحبت می‌کنید، ایرانی‌ها می‌گویند که به هیچ وجه حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیستند. بنابراین منظورتون از گام اعتمادآفرین توسط ایران چیست؟ من نمی‌خواهم وارد جزئیات پیشنهاد ارائه شده به ایران بشوم، ولی روشن است که در بطن این پیشنهاد مسئله غنی‌سازی 20 درجه‌ای قرار دارد. البته هیچ کس انتظار ندارد که در این مذاکرات یک شبه همه چیز تغییر یابد و توافق حاصل شود. مذاکره روندی دو جانبه است، اما آنچه به آن نیاز داریم این است که ایران وارد مذاکره شود. در استانبول قبول کردند که مذاکره کنند، چیزی که قبلا حاضر به انجامش نبودند. از آن پس
دو دور مذاکرات رسمی داشتیم. مذاکرات در سطح کارشناسی داشتیم. ایرانی ها ممکن است علناً بگویند که ما اقدامی به عمل نخواهیم آورد، ولی آنچه در اتاق مذاکره میگویند ممکن است بسیار متفاوت از گفته‌های علنی باشد. بنابراین امیدواریم که در مذاکرات بعد از دیدن بسته پیشنهادی ما انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. میدونیم که دهمین سالگرد مذاکرات ایران با جامعه بین‌المللی بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی. آیا انتظار دارید که این گفتگوها همینطور ادامه پیدا کنه بدون اینکه هیچ نتیجه قطعی از اونها به دست آید؟ ما علاقه به مذاکره به صرف انجام مذاکره نداریم و در همان حال هیچ کس انتظار ندارد که آلماتی را با کسب یک توافقنامه ترک کند و همه چیز حل و فصل شود. بنابراین می‌خواهم حاصل گفتگوهای آلماتی یک علامت و نشانه از جانب ایران باشد که برای گام برداشتن به جلو آماده هستند. ولی اگر هیچ تحولی روی ندهد، طبیعتاً ما خوشنود نخواهیم بود. آیا این آخرین شانس برای دیپلماسی جهت حل مسئله هسته ایرانه، یا اینکه فکر میکنید بعد از گفتگوهای آلماتی، گفتگوهای عالی بیشتر و یا گفتگوهایی در سطح کارشناسی صورت خواهد گرفت؟ ما امیدواریم که مبتنی بر گفتگوهای آلماتی بتوانیم دور دیگری از مذاکرات را در همین سطح و یا در سطح کارشناسی برای روشن کردن بیشتر جزئیات پیشنهاد امروز ما برگزار کرد. فکر نمی کنم که باید در مورد اینکه آخرین شانس هست صحبت کنیم. بله آقای فردی. این گزارش که دیدید مصاحبه‌ای بود که من ساعت پیش با مایکل من داشتم در مرکز مطبوعاتی مذاکرات اتمی ایران و پنج علاوه یک. ظاهراً اون اگه اجازه بدید اون قسمتی از صحبت‌های اون قوم ایرانی رو با هم می‌بینیم و ادامه می‌دیم. بله. خب متأسفانه مثل که این آماده نیستش، اجازه بدید. به هر حال آقای فرودی فقط بله یک پرسش رو با شما مطرح میکنم. واکنش مقام های ایرانی به صحبت های آقای مایکل ما چه بوده؟ آماده است برای پخش. اجازه بدین با هم اینو ببینیم و ادامه میدیم به گفتگو. بله، به نظر میاد شما سوالی داشتید. من بله پرسش هم دوباره مطرح میکنم. واکنش مقام های ایرانی به صحبت های آقای مایکل مان چه بوده؟ واکنش مستقیمی نداشتن به صحبت آقای مایکل مان. در همون زمانی که مایکل مان داشت این صحبت ها رو میکرد، یک مقام ایرانی در زیرزمین این هتل در مرکز مطبوعاتی با خبرنگاران فارسی زبان صحبت میکرد و میگفت که پیشنهاد هموزن و پیشنهاد متناسبی با اون چه که به ما بدن بهشون ارائه خواهیم داد. امشب خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پیشنهادها رو مبادله کردن طرفین، ولی من با آقای مایکل مان تماس گرفتم، ایشون گفتن تا اونجا که میدونن ایرانی ها پیشنهاد خودشون رو ارائه ندادن. به هر صورت اگر اینطوری باشه باید انتظار داشته باشین که فردا ایران پیشنهاد خودش رو رسما تسلیم 5+1 کنه. بله، با تشکر از شما بیژن فرهودی، منتظر گزارش‌های بعدی شما از آلماتی قزاقستان هستیم.